برای تماشای گوزها به دعوت مرتضی اسلامی قرار شد با یه گروه طبیعتگرد عازم جنگل‌های هیرکانی بشیم. جایی بین استان سمنان و مازندران، جنگل‌های روستای رودبارک در منطقه حفاظت شده پرور. سلام، اومدیم روستای رودبارک با یک گروه برای طبیعتگردی یا اکوتوریسم. خب اکوتوریسم همینطور که میدونید یکی از جنبه‌هاش این هست که ما بیاییم حیات وحش و طبیعت اون منطقه رو تماشا بکنیم و به جوامع محلی نفع برسونیم. مثلا برای شبمانی میتونیم از اقامتگاه بومگردی یا خانه‌های محلی استفاده بکنیم که یک نفعی برای اون محل، مردم اون محل داشته باشه که تشویق بشن برای حفظ طبیعتشون. اینجا هم یک اقامتگاه بومگردی هست که یکی از همیاران محیط زیست در این روستا ساختن و ما و گروهمون اومدیم شب رو در اینجا سپری بکنیم و از غذاهای محلیشون استفاده بکنیم. برای دیدن گوزها قرار شد که به ارتفاعات منطقه جنگلی بریم. قبل از طلوع آفتاب راه افتادیم و همراه با محیطبان خوب منطقه آقای اردلان مرتضوی در یک نقطه مستقر شدیم و شروع کردیم به دوربین کشی. میشه لطفا بشینی؟ دست کن داری شو یه درخت خیلی بزرگی داره، دقیقا سمت راست اون درخت یه گوزن، یعنی یه گوزن یه ورزای درشت و ایستنه. آره علمیت، شما اگه بخوای فیلم بگیری باید بری میانه نگاه کن لبش به این دست راست شد اونجا که لبه زمین کانکس تموم شد بیان پایین یه درخته زیر درخت قشن وایسه. آره بیسارو وایسه رو مالا اومد تو جنگل. یه کوه اینجا، یه کوه اینجا، یه کوه اینجا، این پاکه. اینجا منطقه امن رودبارک در منطقه حفاظت شده پرور استان سمنان به همراه آقای اسلامی و گروهشون اومدیم گونه‌های مرال و خرس رو ببینیم. همراه ما باشید. بچه خیلی هایپرم فقط دو تا علت داره که اینجا برنامه رو دو روزه نمیبندیم، سه روزه میبندیم. یکی این که خب اگر که دو روزه باشه تعداد گروه رفت آمد گروه ها زیاد میشه و خب منطقه میرزه به هم، ولی وقتی سه روزه باشه رفت آمد یه مقدار کمتر میشه دیم. و دومی علتش دقیقا همینه، الان فصلیه که فصل مه، فصل بارندگیه و به راحتی همیشه که ممکنه شما توی نوبت گشت هیچی نبینید. ما سه روزه میبندیم که تعداد گشتامون زیادتر بشه که شانس مشاهدهمون بیشتر بشه. و دقیقا برنامه داشتیم که دو روز اول مهود، روز سوم دیدیم. ما 4 تا گشت خواهیم داشت، 2 تا عصر 2 تا صبح. دیگه تو این 3 روز امیدواریم که این شانس رو داشته باشیم که در شرایط در واقع برای دیدن در شرایط مناسب، الان به لحاظ لذت بردن که واقعا فوق العاده است، ولی برای دیدن هم شرایط مناسبی باشه. و یه مدت به سمت عصر بریم، سکوت که رعایت بکنیم، احتمالاً صدای خیلی خوبی بگیریم نزدیک غروب و شب. چون حالا همونطور که ما الان اونا رو نمی‌تونیم ببینیم، اونا ما رو نمی‌تونن ببینن. برای همین ممکنه که نزدیک بشن و نعره هاشون رو بشنن. پیارسال این تجربه رو داشتیم با آنایتار، خیلی لذت بخش. یه سلامه. سلامه. بله. بچه‌ها پیشنهادم اینه لباس گرماتون رو بپوشین، چون بشینین سردتون میشه. لباس گرما بشین، اینجا تو سکوت میشینین. آقا نشالید. آقا حسابی در حال لذت بردن. هم خوشحالم بابت برنامه، هم این که چند نفر اومدن که اولین تجربه سفر حیات وحششون، این خیلی برام خوشحال کننده است که در واقع بستری شده این برنامه که یه تعدادی آدم ارتباط بگیرن با حیات وحش.
و هم دیگه اصلا اتمسفر رو ببین دیگه، انقدر واقعا لذت بخشه که آدم هایپر میشه. و صدای مرولا هم داریم میشنیم، میخوایم لباس گرم بشیم در سکوت بشینیم که قشنگ از صداشون مستفیض بشیم. مرول هست، احتمال دیدن شوکا هست که شوکا رو که دیدیم، احتمال دیدن خرس هست، گراز هست. مار کوبرا؟ آها، جز گونه های خزندگان منطقه هست. ما تا هر چیزی که اینجا هست توی گشت ساده که نمیشه دید. مرال بزرگترین گوزن ایرانه، مرال یا گوزن قرمز یا گاو کوهی، و از نیمه شهریور تا نیمه مهر ماه فصل جفتگیری مرال است. مرال نر خیلی قلمرو طلبه و تو این زمان مرالای نر هم با ادرار کردن، هم با در واقع زدن شاخشون به شاخه درخت و شکستن شاخه درخت و هم با نعره کشیدن سعی میکنن که قلمرو خودشون رو مشخص بکنن. شنیدن صدای نعرهشون خیلی جذابه که بهش گاوبانگی میگن. و ما اومدیم توی یکی از نقاطی که از پیش در نظر گرفته شده توسط موسیست و محیطبانهای منطقه نشستیم و داریم از صدای مرالا لذت میبریم. چه ماهی میگیش اینجا زیر پا هم دارم اینجا منطقه حفاظت شده پرور بین استان سمنا و مازندران یه زیستگاه بکر جنگلیه. ما امروز با گروه طبیعت گردیم اومدیم برای تماشای مرال یا گوزن قرمز. در این فصل از 15 شهریور به مدت یک ماه حدودا گوزن های نر برای تعیین قلمرو و جفتگیری نره میکشن، نرهای خیلی بلندی که من الان صداشون هم دارم میشنوم و این فرصت خیلی خوبه که ما بتونیم به اینا نزدیک بشیم و تماشاشون بکنیم. امروز اومدیم برای تماشای این گونه زیبا با کمک محیطبان ها و حتما براتون فیلم میگیرم با دوربین حرفه‌ای در ادامه براتون میذارم. امیدوارم که لذت ببرید. ساعت دوشتیایی الان که دید نداره. نه الان پشت رفتم پشت بعد میاد الان بالای همون درخت رو دوربین کن. آه اونه هاشه اونه هاشه. نه نه این دوتایی که دیدیم جداگونه. اون دوتا دیگه. آره اون دوتا دیگه. آره دوتا دیگه چهارتا هر دیگه کنه اون با هم دارم میرسن. آره آره سه چهارتا 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 دوتا ماده هم دوتا هم دوتا گوز شده چهارتا دیگه. نه 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 کن خرسا خرسا نه کن همین درختی که بزرگی داره سمت چپ شده. خب مرال ها رو هم که دیدیم نوبت تماشای بزهای کوهی شد. منطقه جنگلی رو ترک کردیم و راه افتادیم به سمت منطقه کوهستانی.